اگه بلوبری زیاد بخوری جیشت صورتی میشه. آها میدونم، لبو بخوره آدم قرمز میشه. خودم بچه بودم، وای اصلا اون روز یادم، اصلا چه حال خرابی گرفته بودم. من لبو زیاد خوردم، رفتم دستشویی و قرمز دستشویی کردم. ببین اینجوری بودم، همینجوری که داشتم دستشویی میکردم اینجوری بودم که اومدم بیرون به مامانم گفتم مامان دارم میمیرم، خون داره ازم میاد. مامانم گفتش که بود لبو زیاد خوردی. من شنیدم تعجب کردم، مثلا خودم شوک شدم، نمیدونستم مثلا هم چیزی. حالا فکر چه بکن نیما اینو تجربه کرده بود، پایین رو نگاه کرده بود دید خون داره همینجوری سرازیر میشه و میره. همین امروز صبح من یه آهنگی تو ذهنم پلی شد، فکر کنم مثلا 2 سالم بوده، بغلم یه آهنگ رد شده، مثلا تو ماشین بودیم بغلم یه آهنگ رد شده و امروز صبح بریک زده بودم روی این آهنگ. چی داشتم صبح میخوندم؟ یادم نمیاد. ببین همین الان که بعد یادم بیاد نمیاد، اصلا لج میکنه نمیفهمم. اگه اتفاق اومد اسم آهنگ اینجوری بود که شب 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 تو بچه تو شب داشت باشتا ببین داشت میومد اومده یه آخری لحظه دوره از یادش رفت. این طور ما که رقصمون اومد تو یه همجوری پلی کن. ولی چقدر قشنگ میرقصه نیما، جدی اصلا حرکت های دستش بلا من تاییدهش اینجوری کنم واقعا بلد نیستم. نیما اینجوری میرقصه، خیلی قشنگ میرقصه. من قبلترم تو ویدیوهای قبلی نیما دیده بودم رقصشو، اصلا رقصش خیلی بالا قشنگ، از اونایی که داشت کروات بزنه کوچه رو بپیشه بره وسط برقصه همه بهش نگاه کنن. شمیم خانم نوشته نتیجه 6 ماه حذف شکر. آها حذف شکر خوندم. چه تغییری کرده؟ دستت قطع شده؟ بدی تو بذار. نه این چیز شده، این لپاش آب شده، زاویه فک پیدا کرده، دستت قطع شده. کجا میاری اینا رو تو؟ یکی توییت گذاشته نمیشه واقعا شبیه گل شیفتم. نگار خانم آره علاوه بر شباهت باید بگم که جفتتون دخترین. چیشو که تنگ بکنی یعنی حالت تاری بگیره، یه خورده دیگه تنگ بکنی ببندی، آره میتونم تصور کنم که نگار خانم قشنگ شبیه گل شیفته. آفرین. آره خیلی نامردی. اولش گفت آره، گفتم خودم کجا شبیهش نیما واقعا بی خیال. بعد گفت آره جفتتون دخترین، خیلی بد زد خدا. این آخریه دیگه واقعا دیگه ایموشنال دمیج بود، ضربه احساسی زد بهش. نمیشه بچه‌ها، من الان داشتم برای دوست پسرم چیز میدنم که یهو چیز شد و اتفاقی. بچه ها دیگه خودتون بخوندی، من نمیتونم حقیقتا معلومه بودم میگه و من اتفاقی یکم از چیز قورت دادم و بقیهش رو توف کردم. دوست پسرم میگه چون ناخودآگاه قورتش دادی روزت باطل نمیشه، ولی من خیلی نگرانم. به نظرتون روزم باطله؟ نه کلی بخوام بگم، یه دختر پسره با هم ایکس داشتیم و دختره وقتی که ارضا میشه پسره آبشو میخوره، حالا یارا برعکسش بوده من اینجوری گفتم. بعد پسره گفته وای نکنه من روزم باطل بشه، دختره گفته نه اشکال نداره روزت باطل نمیشه، قصد نبوده که. بعد میخوام بگم یه همچین محتوایی واقعا واقعی نیست و احساس میکنم که جنگ نرمه. یه ذره بیاین منطقی باشیم. اون کسی که روزه است به نظرتون مثلا اصلا فاکینگ بهترین پسر دنیا باشه، تو دهنش بود سگ مرده بده میدی برات بخوره، نمیدی که عشقم مثلا برعکسش خوشگل‌ترین دختر دنیا باشه تو میدی برات بخوره، دهنش بود سگ زنا میده میدی بخوره نمیدی. نتیجه میگیریم چیه اینا؟ جنگ نرمه و دو طرف هم توی این داستان دارن فعالیت میکنن. حالا بچه های این بر خیلی قوی تر دارن میزنن، بچه های اون بر مثلا میگن یه پرتقال پوست بکن یه پرتقال پوست نکن، پرتقالی که پوست بکنه میره پایین، پرتقالی که پوست نکنده باشه با حجاب باشه میره بالا. داداش این کلا فضای همچین فضاییه. خیلی حالا جالبه این پرتقال و اینا هم گفتن داستان موزه رو شنیدی؟ موزو پوست بکنی خارپوسته بالا میمونه، پوستشو که نکنی با پوست میره پایین. مثل موز باشین، چرا پرتقال باشیم؟ خب موز حجابش رعایت نکرد روی آب موند و خفه نشد. حالا از بیا ثابت کن که زیر آب بهتر یا بالا آب. حالا اگه بینا باشه، اگه روی آب باشی به دست میزنن بدون که دستشون خیس بشه، ولی اگه زیر آب باشی برای اینکه دستشون خیس نشه به تو دست نمیزنن. امروز یه رس تو خوزستان رو فهمیدم که هشمام ریخ دختر اگه بخواد عروسی کنه اول باید به پسرموهاش بگه اگه اونا نخواستنش میتونه با دیگری عروسی کنه. آره
نه بولیشته مزخرف زیاده. ببین یه همچین رسمایی، اولا این شکلی نیست رسمایش، ولی یه همچین رسمایی وجود داره، اونم توی مناطقی که خیلی قبیله‌ای ازدواج میکنن، یعنی مناطقی که معمولا حالا از کلان شهرها دورن و قبیله‌ای ازدواج میکنن، که واقعا 50 سال پیش 30 سال پیش یا دیگه حداقل 10 سال پیش اینجوری بوده. بچه در شهری تو کدش نمیره همچین چیزایی، واقعا داره ریشه کن میشه. اینکه قوم ها خودشون با خودشون ازدواج کنن واقعا ریشه کن میشه، خیلی بهتره دیگه. تو با یه قوم دیگه ازدواج کنی که صورت ها متفاوت باشه، میمی که صورت متفاوت باشه، شکل ظاهری متفاوت باشه، دیگه همه شبیه هم میشیم اونجوری. صبحان نوشته که با 22 سال سن معنی آیس کیس رو یه بچه 15 ساله به هم گفت. این وضعیت اصلا خوب نیست. آیس کیس یه چی تو مایه هایی اینه که اصلا یه دونه یخ رو بذاری روی سینه پسره یا بذاری روی سینه دختره ببوس سی بی آی پایین دیگه. حالا دختره و پسره هم کار میکنه، پسره هم برای دختره هم کار میکنه. حالا آیس کیس هم مثل همونه، داخل لب هم یخو میخوری هم لبو میخوری. بچه 15 ساله یکی اومده بهت یاد داده، عجب پرو مکسی بوده. اصلا یه حالت نسایدم تورن بچه‌های در 80، اصلا دیگه در 90 به حساب میاد، یا آخرای 80 هم اصلا 82 فکر کنم 89 اینا باشه 15 سال بخواد سن داشته باشه. آره ستون، با حضور اینترنت اولا که باید بگم خرافات از بین خواهد رفت، که به شدت از بین رفته. ازدواج‌های قومیتی و با سن 10 سال 15 سال به شدت کم رنگ خواهد شد، کم رنگ شده. ممنوعیت هایی که برای ما اعمال شده بود کم رنگ تر خواهد شد به دست خود بچه های دهه 80 و دهه 90. حماقت کمتر میشه و گفتمان سالم مثل ویروس پخش میشه. مثلا 4 سال پیش تو مثال میزدی همین داستانو که آره مثلا پرتقال با پوست میره زیرا بدون پوست مثلا بالای آب میمونه پس حجاب بهتره، مثلا اینو میگفتی همه گفتن پشمام یارو چی گفت آجی بریم مثلا چی کنیم سرمون. نه تو اینو میگی میخندی میگی چی داری میگی، پرتقال و آب و پوستش بیناموز چرفتی به من سنده داره. وضعیت عجیبیه، نمیدونم داریم به کجا میریم. خدا به داده هممون برسه، اهورامزدا پشتمون باشه. براستی درست نیست واقعا. ببین یعنی ما بچه بودیم بزرگا میدونستن، الان بزرگیم بچه ها میدونن، خب این وسط ما داریم تباه میشیم، یعنی چی؟ وای عالی بود عالی بود، دقیقاً همینه ها. هیچ وقت ما هیچی نفهمیدیم. امیدوارم توی کامنت ها ببینمتون تا یه ویدیوی دیگه. همتون رو به خدای ایران میسپارم. پاینده باد ایران.